امروز بخیر شروع میکنیم از بخش اوتلوک. در روز گذشته ما در درس قبلی که چگونه میتونیم با اوتلوک ساین لاگین شویم خواندیم یا چه رقم میتونیم که اکاونت خود با اوتلوک رجیستر کنیم. امروز شروع میکنیم که اوتلوک یک برنامه اوتلوک معرفی میکنیم و یکی که چگونه ما میتونیم یک پیام ارسال کنیم. وقتی که برنامه اوتلوک باز میکنیم در قسمت بالای فرمت صفحه یا استراکچر صفحه مثل استراکچر صفحات بقیه پکیج ها بقیه اپلیکیشن هایی که در پکیج مایکروسافت آفیس هست میباشه، قسمت بالایش کویک اکسس تول بار است که موارد اینجا میباشه که ما دسترسی سری میتونیم با اونا داشته باشیم. فرضاً از قسمت ما میتونیم انتخاب کنیم که یکی را اضافه کنیم و یا کم کنیم. فرضاً ریپلی را اضافه میکنیم یا ریپلی آل اضافه میکنیم و همین شکل پس دوباره میتونیم که کم بسازیم. میلی که در قسمت مقابل کویک اکسس تول بار قرار داره ایره به نام تایتل بار یاد میکنن یا جایی که عنوان ما نوشته است، عنوان همی صفحه. فعلا ما در دلیت تایتم هستم اینجا نمایش داده میشه که در انبوکس بروم جایی که انبوکس هستم. و بعد از اون ما در این قسمت داریم بتن هایی که به خاطر کلوز بتن و همچنان منیمایز مکسیمایز و یا به خاطر مینیمایز کردن صفحه یا در قسمت تکس بار که قرار میده استفاده میشه. و همچنان باز ما ریبیان دیسپلی داریم. از این قسمت ریبیان بتن وظیفه شی است که نیمی ریبان که ما شما میبینیم این قسمت ها را تمام شد مکمل کلش یک ریبان میگن. از این قسمت ما میتونیم که ببینیم به صورت دو هایت باشه، یعنی تا وقتی کلیک نکردیم نمایش داده نشه یا شو نمایش بده فقط تب ها را و کامنت هایش تا وقتی که ما کلیک کردیم نمایش نده. آپشن بعدی شو تبسن کامنت که به این شکل تمام تب ها و کامنت ها را بر ما نمایش میده. هر آپشن که در این قسمت میبینیم به نام تب یاد میشه که هر تب از خود چندین کامنت داره و چندین کامنت که تقریبا کارهایشان مشابه به همدیگر هستن به نام یک گروپ یاد میشه. فرضاً نیو ایمیل و نیو آیتمز به نام گروپ نیو. به این شکل موارد که کارشان با هم مشابه است یا یکسان است مربوط میشن به یک گروپ. قسمت دست چپ صفحه ملی که ما در قسمت دست چپ میبینیم ایره به نام نویگیشن پن یاد میکنن که از این قسمت ما میتونیم به کلندر و همچنان به کانتکت های ما و به موارد دیگر تسک ها و ایمیل ها دسترسی پیدا کنیم. قسمت راست صفحه ما را به نام تودو بار یاد میکنن که از این قسمت ما کلندر و بعض موارد دیگر هم میتونیم در این قسمت ببینیم. قسمت که اینجا قسمت که کرسر ماوس بالایش قرار داره این قسمت به نام پوینتر قرار داره، این قسمت ما به نام ریدینگ به نام انستنت سرچ یاد میکنیم. از این قسمت ما میتونیم دسترسی سری پیدا کنیم به ایمیل هایی که ما خواسته باشیم، یعنی اگر ما ایمیل داشته باشیم که فعلا ایمیل اینجا موجود نیست ما میتونیم از این قسمت سرچ کنیم و یا ایره سورت کنیم توسط دیتش یا توسط یکی از جدیدترینش و یا قدیمی ترین سورت کنیم و همچنان تمام ایمیل ها را برامون نمایش بده یا فقط ایمیل هایی را که تا فعلا رید نشده یا خوانده نشده. و قسمت بعدی صفحه ما قسمتی که میبینیم این قسمت به نام ریدینگ پن یاد میکنن. ریدینگ پن یعنی اگر ما یک ایمیل داشته باشیم در ریدینگ پن نمایش داده میشه. فعلا ما کدام ایمیل نداریم، یک ایمیل جدید بعدا میبینیم که چطوری نمایش داده میشه. قسمت به نام ای باره که در این قسمت از به نام استاتوس بار یاد میکنن و همچنان ای آپشن به نام زوم سلایدر یاد میکنن که فعلا غیر فعال است. وقتی که یک ایمیل داشته باشیم کوره بخوایم ببینیم باز قسمت زوم سلایدر هم فعال میشه. خب یک ایمیل ما اضافه میکنم در این قسمت، مثلا در ایمیل هم یک متن نوشته میکنم وقتی میره کلوز میگم میخوای من هایست درافت سیف شو. بله حالا در درافت من یک ایمیل دارم. این قسمت که کلیک کردم ایمیل بر ما نمایش داده میشه. اینجا را گفتیم ریدینگ پن یاد میکنن. حالا ما از این قسمت که کلیک کردیم میتونم ببینم ایمیل خودا که نمایش داده میشه در اینجا و همچنان زوم سلایدر حالا فعال شد. من میتونم که زوم کنم و یا زوم اوت بسازم. پس دوباره این موارد بود که ما داشتیم در بخش معرفی مایکرو صفحه یا فرمت صفحه استراکچر صفحه مایکروسافت اوتلوک. بعد از او ما کامند اولی که داریم به خاطر نیو به خاطر تصنیف یک پیام جدید یا نوشتن یک پیام جدید استفاده میشه. نیو آیتمز اپوینتمنت به خاطر از استفاده میشه که ما یک قرار ملاقات ثبت کنیم، یعنی اگر داشته باشیم قرار ملاقات داشته باشیم ثبت کنیم. کانتکت به خاطر از استفاده میشه که ما
بخوایم یک کانتکت اضافه کنیم یا یک مثلا کسی را ثبت کنیم ایمیل یا موارد دیگه شد. تسک هم به خاطر اضافه کردن یک تسک که به صورت روزانه یا هفته وار هر قسم خواسته باشیم میتونیم اضافه کنیم. ما فعلا بالای نیو کلیک میکنیم نیو ایمیل. وقتی که بالای نیو ایمیل کلیک میکنیم در این قسمت ما با صفحه پنجره باز میشه به نام Untitled Message HTML. در این قسمت ما میتونیم که یک ایمیل جدید بسازیم. وقتی که یک ایمیل جدید تمام موارد که تب هایی را که ما در این قسمت میبینیم وابسته هستن به یک ایمیل جدید، یعنی ما میتونیم از این قسمت ها یک ایمیل نو بسازیم. خب در قسمت اول یک آپشن داریم به نام تو، یعنی به کی این مسیج ارسال میشه، ایمیل آدرس کسی را که میخواییم بر از او ایمیل ارسال کنیم. اینجا ما تایپ میکنم. بعد از او سی سی را ما روز گذشته هم بالایش بحث کردیم. در بخش ایمیل وظیفهش این بود که یعنی بر علاوه که به ایمیل email.crush@gmail.com ارسال میشه به یک کس دیگه که ما میخواییم، یعنی مثلا ما خواسته باشم که به با یک نفر دیگه هم کپی ایمیل ما ارسال شد، باز در قسمت تو را هم اضافه میکنم. مثلا میگم که بر علاوه ایمیل بالایی به ای هم ارسال شد. قسمت بعدی سابجکت ایمیل ماست. سابجکت ایمیل ما وظیفه کار که سابجکت میکنه این است که عنوان یا هدف ایمیل به صورت خلاصه واضح میکنم. مثلا ما میخواییم که به اینجا ایمیل روان کنم، وظیفه می است که درخواست و وظیفه بدم. باز در این قسمت نوشته میکنم job employment، یعنی وقت کسی که میخواهی ایمیل ما را باز کنه دمی صفحه که دمی شروع که دید که منظور ما ای است که job employment یا اپلای کردن به وظیفه است، باز خود از این اگر میفهمه که منظور از این ایمیل اپلای کردن به وظیفه است و موارد که در این قسمت قرار داره یا سی وی است یا یک درخواستی است، یا ما میتونیم که مثلا نیاز job requirement بگوییم که این ایمیل است به خاطر یک تست دیتا است، یعنی میخوایم که چی کنم یک دیتا را تست کنم. اول نفر بعدی مقابل که وقت میبینه میفهمه که هدف منظور از این ایمیل یک تست دیتا است، یعنی به صورت کلی هدف هم ایمیل خود موضوع کلی خود ایمیل خود باید در سابجکت لاین مشخص بسازیم. یک آپشن دیگه که ما گفته بودیم که در روزهای گذشته بالاش بحث کردیم، یکی تو و سی سی که با کی ارسال میشه و کاپیش با کی باشه، یک بخش دیگه هم داشتیم که بی سی سی بلایند کاربون کاپی. در این قسمت فعلا غیر فعال است به صورت اتوماتیک، باز ما میتونیم از بخش فرمت از بخش آپشنز از این قسمت بی سی سی را هم فعال کنیم. بی سی سی وظیفه‌ش این بود که ما میتونستیم ایمیل کنیم به یک کسی که یعنی اگر ایمیل ما به ایمیل کروش و موبین صمدزاد ارسال شد، بعد از او در بی سی سی یک ایمیل دیگر هم اضافه میکنیم، یعنی خود در جریان باشی که یک ایمیل به این دو نفر ارسال شده. لیکن بی سی سی وقتی که ما در بی سی سی کسی را قرار میتیم، باز این دو ایمیل دو کانتکت قبلی ما که با اونا هم ایمیل ارسال شده نمیفهمند که به یک نفر دیگر هم در جریان این ایمیل قرار داره. وظیفه بی سی سی همین بود که یعنی به صورت پنهانی ما ای را در جریان میگذاشیم یا کپی ایمیل به این نفر سیومی هم ارسال میکردیم. و از این قسمت میتونیم فرام از انتخاب کنیم اگر ما چندین اکاونت در اوتلوک داشته باشیم، یعنی اگر داشته باشیم مثلا اکاونت دو سه دانه ایمیل آدرس هم ما اضافه کرده باشیم، از این قسمت انتخاب میکنیم که این مسیج از کدام اکاونت ما بره، کدام شخص این مسیج ارسال کرده. خب بعد از اون میایم در بخش بادی. در بخش بادی قسمت اول ما کلیپورد داریم. قسمت کلیپورد وظیفه چی است؟ وظیفه کلیپورد کات و کپی کردن است. ما بیشتر یک فرزن یک تست اینجا یک دیتا اضافه میکنیم. میگم که this is a test data I have sent it to check my Outlook account. خب گفتیم که ما ایمیل قسم نشه میکنیم که در قسمت اول یک مثال کی برکی رسید میشه، یک احترامات به شکل نامه که در قدیم نشه میکنیم Dear
مستر کروش، یا هم هر چیزی که خواسته باشیم، یا اگر نمیشناختیم باز چی میکردیم؟ دیر باز دیر سر آر مادر. به این شکل ما یک عنوان میدیم. خب بعد در قسمت آخر ایمیل خود گفته بودیم که ما در قسمت آخر ایمیل خود یک کلمه که وقتی که مثل که در نامه نوشته میکردیم در آخر نوشته میکردیم با احترام، اما می شکل یک کلمه که با احترام به پایان برسانه ایمیل ما را، یا مثل خداحافظی باره می تونیم استفاده کنیم. سینسرلی. و نام خود ما را می کسی که ارسال کرده ایمیل. خب حالا یک ایمیل ما ساختیم به خاطر از اینکه ما بتونیم از بخش کلیپ بورد استفاده کنیم. در بخش کلیپ بورد کدام موارد است؟ من این مثلا در قسمت اینجا نوشته کرده بودم، اینجا فراموش کردیم، اینجا نوشته کردیم. دیر مستر کروش. خب حالا ما میخوایم که اینی را از این تکس را که در قسمت نوشته است از اینجا کت کنم، یا از اینجا بیخی بریده شده و بره در قسمت بالا. از اینجا کت میکنم در قسمت که خواسته باشم از بخش پیست استفاده کرده و ایره پیست میکنم. کت از ناحیه اصلی برید مکمل و برد ما را به جایی که در جای دیگه او را مکمل پیست کرد. حالا ایره انتخاب میکنم و کپی میگیرم. کپی وظیفه چیست؟ وقتی کپی میگیریم بعضی تغییرات هم اینجا اضافه میکنم، مثلا رنگش تغییر میدم و بکراند هم رنگ بولد هم میسازمش و ایتالیک هم. خب حالا ما ایره کپی میگیرم. بعد از این تغییرات کپی، در یک قسمت دیگه ما میخواییم ایره پیست کنم. ما در پیست سه آپشن داریم. آپشن اولی به مو شکل که بود ایره برای ما پیست میکنم. آپشن دومش چی میکنه؟ فقط فرمتشه با فرمت دیتایی که ما قبلا داشتیم به این شکل، یعنی تا اینجا هر فرمتی که در این قسمت داشتیم در اون قسمت هم با همین فرمتی را پیست میکنم. فرمتشه به شکل فرمت تکس قبلی ساخت، یعنی رنگشه از بین برد. و آپشن آخریش فقط تکس کپی میکنه، یعنی فقط تکسش هم میگیره، مثلا همین دیر مستر کروشهی که رنگش رقم بود و همچنان فرمت هایش که بالا اپلای کرده بودیم اینا را مد نظر نمیگیره و فقط تکس بر ما کپی میگیره. این کارهایی بود که ما میتونستیم از بخش کلیپ بورد انجام بدیم در تصنیف ایمیل. در درس های بعدی خود خواندیم که در دیگه آپشن ها ما چی کارهایی را ما میتونیم انجام بدیم. خب درس امروزی ما هم در همین قسمت با پایان میرسد. تا روز بعدی، وقتتان خوش. خدا نگهدار.